برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. فعالان محلی عراق از دولت محلی و موکبداران به افزایش هرچه بیشتر خدمات به زائران اربعین دعوت کردند. این فعالان خواستار افزایش خدمت‌رسانی به زائران در نقاط مرزی که محل ورود بیشتر زائران است شدند و از موکبداران خواستند هرچه سریع‌تر با برپایی موکب خود خدمت‌رسانی به زائران ابو عبدالله حسین علیه السلام را آغاز کنند. محمد شیا سودانی نخست وزیر عراق روز گذشته چهارشنبه رانا ثنا الله خان وزیر کشور پاکستان را به استقبال پذیرفت. به گفته منابع محلی و رسانه‌ای عراق، محور اصلی دیدار طرفین مذاکره در مورد گردشگری دینی به ویژه موضوع ورود زائران پاکستانی به عراق بود. طرفین در بخش دیگر از مذاکرات خود درباره برخی همکاری‌های امنیتی و تبادل نظر اطلاعاتی با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. سازمان ملل اعلام کرد تعداد افرادی که از ناامنی غذایی حاد رنج می‌برند در سودان دو برابر شده و درگیری بین ارتش و نیروهای واکنش سریع حدود 4 میلیون نفر را مجبور به آوارگی در داخل سودان یا پناهندگی به کشورهای همسایه کرده است. سازمان خاربار کشاورزی ملل متحد فاو در بیانیه اعلام کرد بیش از 20.3 میلیون نفر، یعنی حدود 42% از جمعیت سودان، با سطوح بالایی از ناامنی غذایی حاد دست به گریبان هستند و در مقایسه با نتایج آخرین تجزیه و تحلیل که در ماه می 2023 انجام شد، تعداد افراد درگیر با ناامنی غذایی حاد تقریبا دو برابر شده است. این نهاد وابسته به سازمان ملل وضعیت سودان را بحرانی و دشوار توصیف کرده، به ویژه که نزدیک به 6.3 میلیون نفر در مرحله اضطراری گرسنگی حاد به سر می‌برند.